اتحادیه اروپا اعلام کرده که روز پنجشنبه نشستی بر سر برجام با ایران برگزار نمی شود. یک سخنگوی این اتحادیه به خبرگزاری فرانسه گفته در این مقطع نمیتوان گفت که آیا چنین نشستی اصولا برگزار خواهد شد و در صورت برگزاری تاریخ آن چه زمانی خواهد بود این موضع اتحادیه ای اروپا در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود علی باغری مذاکره کننده ارشد هسته این کشور روز پنجشنبه برای مذاکره به بروکسل میرود آقای دکتر باغری هم در ادامه گفتگوهای هفته گذشته در تهران و مطابق توافق دو طرف بروکسل میرن در خصوص موضوعاتی که تهران گفتگو شد و گفت موضوعاتی که باقی ماند و نشد در بروکسل ادامه خواهند داد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده بود که در روزهای آتی در بروکسل نشستهایی با نمایندگان تهران داشته باشند تا مقدمات مذاکره های احیای برجام فراهم شود. با این حال جوزپ بورل گفته که هنوز از برگزاری چنین نشستی اطمینان ندارد نشست های وین بیش از شش ماه پیش و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد جو بایدن که برای بازگشت واشنگتن به برجام اعلام آمادگی کرده خواستار لغو تحریم های ایران در مقابل بازگشت این کشور به تعهدات برجامیش است با این حال این مذاکره ها پس از شش دور برگزاری از حدود چهار ماه پیش و همزمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی متوقف شد. حالا تهران میگوید که بر سر متون مذاکره های قبلی اختلاف نظرهایی دارد که میخواهد پیش از از سرگیری گفتگوهای احیای برجام مطرح کند. ببینید آنچه که مهمه انجام گفتگوها به صرف تنهایی نیست. مهم این هستش که وقتی تلف نشه وقتی گفتگوها آغاز میشه. شش دور گفتگوهای وین نشون داد که اگر با یک آسیب شناسی درست نمیام چندین دور دیگه گفتگوها میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه به نتیجه برسه تهران بارها در هفته های اخیر گفته که به زودی به مذاکره های احیای برجام باز می گردد. اما هنوز تاریخی برای آن اعلام نکرده. اعضای اروپای برجام و واشنگتن که به طور غیر مستقیم در مذاکره های وین شرکت داشته از این همه تعلل ایران دیگر صبرشان به سر آمده. حتی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که در مقابل ایران صبر استراتژیک به خرج داده است. اتحادیه اروپا که به عنوان هماهنگ توافق هسته‌ای 6 سال پیش ایران با قدرت جهانی عمل می کند، در پی راهکاری است که گفتگوهای احیای این توافق از سر گرفته شود جوزف بورل روز یک شنبه در پایان سفر خود به واشنگتن اعلام کرده بود که با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم از سرگیری مذاکرات هسته با تهران گفتگو کرده همچنان به همکاری های خود در راستای حفظ معاهده عدم اشاعی هستی و لزوم بازگشت فوری به مذاکرات وین ادامه خواهیم داد و اینکه اطمینان یابیم برنامه هسته ای ایران صرفاً ماهیتی صلح دارد ادامه ی غنی سازی های 60 درصدی اورانیوم توسط ایران و تنشهایش با آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی های همسایگان عرب این کشور و اسرائیل را از امکان دستیابی تهران به مواد لازم برای ساخت بمب هسته ای افزایش داده برنامه توسعه موشک بالستیک ایران هم یکی دیگر از مواردی است که اعضای اروپایی برجام و آمریکا به همراه همپیمانان عرب ها در منطقه به دنبال راهی برای مهار آن هستند در میان تنش‌های موجود اسرائیل و آمریکا از طرح جایگزین در صورت شکست گفتگوهای وین سخن میگویند نازآفرین میرزا خلیلی رادیو فردا